با درود به شما بینندگان عزیز، همونطور که در خبرها شاهد بودیم، 8 آوریل نیروهای ارتش عراق به مقر سازمان مجاهدین در عراق حمله کردند و این حمله منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از اعضای سازمان مجاهدین خلق در کمپ اشرف شد. در همین رابطه دعوت کردیم از آقای مهرداد فتحی، از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق، که مصاحبه رو در همین ارتباط با ایشون انجام بدیم. آقای فتحی، شما میتونید در مورد موقعیت جغرافیایی، وضعیت کمپ اشرف و به طور کلی شرایطی که الان اعضای سازمان مجاهدین در این کمپ دارن برای ما توضیح بدید؟ با سلام و با تشکر از فرصتی که در اختیارم قرار دادید، اشرف در 80 کیلومتری شمال شرق بغداد قرار داره و با خاک ایران هم حدود 90 کیلومتر فاصله هوایی داره، در استان دیالی و در یک منطقه تقریبا بیابانی واقع شده. در قبل از اینکه مجاهدین درش مستقر بشن یک مقر نظامی بوده و بعد از استقرار مجاهدین درش این مقر به صورت آروم آروم و خیلی در مراحل مختلف گسترده شد و گنجایش فعلی بیش از 3400 نفر از مجاهدین رو. این اتفاق که الان داریم روش صحبت میکنیم دقیقا در 8 آوریل جمعه 8 آوریل مصادف با 19 فروردین اتفاق افتاده و پس از سالها کشاکش بعد از سقوط صدام و اشغال عراق بین نیروهای بین مجاهدین و دولت عراق و خواسته هایی که رژیم از دولت عراق داشته و همینجور آمریکایی‌ها از سوی دیگه، نهایتاً در 19 فروردین با حمله نیروهای عراقی بهش باعث کشته شدن، جان باختن بیش از 34 نفر از مجاهدین شد و زخمی شدن بیش از 300 نفر که برخی از اونها همچنان حالشون وخیمه، رسیدگی های پزشکی بهشون خیلی محدود بوده، بیش از تا کنون هنوز اجساد این 34 نفر در اثر ادامه کشاکش ها و ادامه این درگیری ها همچنان تشییع نشده و دفن نشدن. حتی برخی از این اجساد در دست نیروهای عراقی هست. عراقی ها ابتدا اعلام کردن که 3 نفر فقط کشته شده، نهایتا در روزهای گذشته سازمان ملل تایید کرده که 34 نفر در کل این درگیری ها جان باختن و وضعیت زخمی ها رو هم خیلی وخیم گزارش کردن. باید یادآوری بکنم که سال گذشته هم در 6 و 7 مرداد ماه سال گذشته هم یک درگیری و یک هجومی از طرف ارتش عراق به این هموطنان اتفاق افتاده بوده که در اون درگیری ها هم بیش از 11 نفر کشته شد. من فکر میکنم که به لحاظ شرایطشون که اونها غیر مسلح هستن و این تعداد کشته و زخمی ها و فیلم هایی که ازش هست، عمل کرده ارتش عراق واقعا وحشیانه و در حد جنایت جنگی محسوب میشه. کمیسر عالی سازمان ملل خواهان تحقیقات مستقل شده و مجازات عاملینش شده که این خبر خوبیه.
و من فکر میکنم که باید به بعضی نکات دیگه هم توجه کرد. درست در روزی که این اتفاق میفته، وزیر دفاع آمریکا در عراق حضور داره، روزهای قبل با مقامات عراقی در ملاقات بوده، در خود اشرف که مساحتی به طول به مساحت 6 کیلومتر در 6 کیلومتر هست، یک قسمتی مخصوص ارتش آمریکا هست در شمال غرب اشرف، منطقه‌ای که عراقی ها حمله کردن در شمال شرقی اشرف هست، یعنی فاصله اینها چند صد متر بوده، یعنی اینکه خلاصه آمریکایی ها ابدا نمیتونن کتمان بکنن که از اتفاقی که در اشرف افتاده بیخبر بودن و یا نمیدونستن که همچه اتفاقی خواهد افتاد، حدسی بزنن. میخوام اینو بگم که در پس سالها خواستهای مستقیم رژیم و همراهی های دولت فعلی عراق با رژیم و چشم‌پوشی آمریکا نهایتاً این حمله صورت گرفته. البته باید منتظر بود، هنوز پایان نیافته و ممکنه مثلا در نوبت بعدی وخیم‌تر باشه اگر بهش توجه نکنه. اما مهمترین نکته ای که من میخوام تأکید بکنم جنبه این انسانیشه که 3400 نفر غیر مسلح از طرف یک ارتش تا دندان مسلح بهشون حمله شد. فرمانده این حمله هم فرمانده نیروی زمینی ارتش عراق. این اصلا با هیچ معیاری و هیچ منطقی قابل رسیدگی نیست. دلیلی که براش آوردن اینه که ما میخواییم زمین‌های کشاورزی رو به کشاورزا بدیم. البته اون منطقه‌ای که الان تصرف شده منطقه لمیزرع در داخل محدوده اشرف هست، یک منطقه بایری هست، یادم چین منطقه ساختمونی نیست، ولی یک کشور به وسط عراق حتما قوه قضاییه داره، حتما قوانینی برش حاکمه. اگر بر یک زمین زراعی حقی وجود داره در دادگاه میشه چیز کرد، نیاز به حمله یک ارتش، اونم ارتش عراق، به چیز نیست و به این صورت وحشیانه. به از اون طرف هم مجاهدین از خودشون قطعا دفاع کردن. شما باید به این نکته توجه کنید، بالاترین فرماندهان مجاهدین در اونجا هستن و هر کدوم اونها اگر توسط عراق دستگیر بشن ممکنه به ایران استرداد بشن. اینکه دولت عراقی میگه من استرداد نمی کنم، خب پیش از اینش هم قرار تعهداتی رو پذیرفته که از اینها حفاظت میکنه و غیر قابل اعتماد هست. شما بازتاب این اتفاق رو در محافل بین المللی نزد دولت ها و همچنین نهادهای بین المللی چگونه میکنید؟ بگذارید اولین بازتاب رو از رژیم شروع بکنیم. رژیم از این حمله ارتش عراق تقدیر کرده. دولت عراق اعلام کرده این حمله برای بازگردوندن زمین‌های زراعی به کشاورزان بوده. 3 نفر کشته شدن و باقیشون رو مجاهدین خودشون کشتن، خیلی به سر و قلبشون تیر زدن و خودشون کشتن. البته فیلماش هست که سربازان عراقی دارن به سمت نفرات حمله میکنن. این یک دروغ مسلمه که مجاهدین خودشون کشتن، چون مجاهدین اصلا سلاحی در دست ندارن و خلع سلاح شدن. دولت آمریکا از این ابراز نگرانی کرده. دولت‌های انگلیس، اتحادیه اروپا، کمیسر عالی حقوق بشر خواهان تحقیق شده و نکته مثبتی که این بار ایشون قید کردن خواهان حل و فصل نهایی وضعیت اقامت این افراد شده. مجاهدین از طریق سخنرانی خانم رجوی موضع‌گیری کردن. آقای مسعود رجوی همچنان موضع‌گیری نکرده، همچنان هیچ چیزی ازشون ندیدم.
ولی در کلیت اونها گفتن که ما همچنان به نوعی قبول کردن که خواهان خروج از اشرف عراق هستند، ولی در کلیتش همچنان روی اینکه در اشرف بمونن تأکید دارن، اما به نکات بیشتر رسیدگی به مجروحین، خروج نیروهای ارتش عراق، به اینا اشاره کردن، بازتاب نیروهای ایرانی و احزاب، سازمانها، شخصیتها در همدردی و محکومیت این جنایت واقعا چشمگیر و قابل تقدیر بوده از نظر من و فکر میکنم که خیلی هم درست و بجا بوده. البته برخی ها به قول خودشون خبرنگار به سمتشون نرفته که ازشون موضعشون سوال بکنه، بعضیا به این خاطر موضع‌گیری نکردن یا موضع‌گیری رسمی خاصی نداشتن، که من فکر میکنم که در این نقطه هر عکس العمل در برابر این جنایت نشوندهنده کیفیت، شخصیت، هویت افراد، سازمان ها و نیروهایی که ادعای حقوق بشر و ادعای در این زمینه میکنن، ادعای انسانیت میکنن، و این رو باید فارغ از هر اختلاف عقیده‌ای که با مجاهدین داریم باید در نظر گرفت که ضرورت داره این جنایت رو محکوم کرد. من فکر میکنم که باید فارغ از محکوم کردن این جنایت به این توجه کرد که نهایتاً سرنوشت این افراد چه خواهد شد. شما خودتون به اتفاق تعدادی دیگر از اعضای پیشین سازمان مجاهدین در این زمینه اطلاعیه رو منتشر کردید. این اطلاعیه بعد چه نکاتی اشاره داره؟ و به طور کلی سوال دیگه اینه که شما آینده این اتفاقات رو چگونه ارزیابی میکنید؟ آینده نیروهای مجاهدین در عراق رو؟ اطلاعیه‌ای که ما صادر کردیم در حقیقت اطلاعیه‌ای بود که قبل از هر چیز بر جنبه انسانی این اتفاق انگشت میگذاره. ما محکوم کردیم حمله ارتش عراق رو، چشم‌پوشی نیروهای آمریکایی رو و دولت آمریکا رو در تعهداتی که سپرده و نقض کرده بوده رو محکوم کردیم. ما خواهان رسیدگی پزشکی و تضمین حفاظت و تضمین اینکه این عمل دوباره تکرار نشه رو کردیم. مشخصا از سازمان مجاهدین خواستیم که به انتقال نیروهاش از عراق توجه بکنه و تصمیم به انتقال اونها بگیره، چون یکی از پارامترهای مهم در این پروسه اصرار مجاهدین بر موندن در عراق بود. با تشکر از شما آقای مهرداد فتی که وقتتون رو برای انجام این مصاحبه در اختیار ما قرار دادید. منم از شما تشکر میکنم بابت فرصتی که در اختیارم گذاشتین، و هرچند فرصت خیلی کم بود امیدوارم که فشرده ترین نکات رو گفته باشم. در انتها فقط تأکید میکنم که اگر از این اتفاق درس نگیریم و اگر مانع تکرار مجدد این جنایت نشیم، باید در موقعیت بعدی سوانح و اتفاقات وخیمتر و دردناکتری رو شاهد باشیم. من اینجا مستقیم روم به سازمان مجاهدین هست، اونها باید به مسئولیتشون در حفاظت از این افراد به درستی عمل کنند و مشخصاً با خروج این افراد از عراق موافقت کنند. باید به عنوان ایرانی از دولت عراق خواهان حفاظت از اینها بشیم و همینطور مجامع بین‌المللی، دولت‌های دست‌اندرکار بخواهیم که برای حل و فصل نهایی وضعیت این هموطنان نهایت کوشش و تلاششون رو